با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت را دیگه همراه بفرمایید سلام اقای دکتر خسته نباشید سلام بفرمایید من یه دختر سی ساله هستم از خانواده چهار نفره و یک برادر حدودا شیش سال از خودم کوچی کردم آه پدرم روانشناس هستن و مادرم هم معلم ابتدایی یک شما از, از کجا تلفن میکنید عزیز من که از کشور اروپایی من از ایسلند تماس میگیرم آخه تلفن تو صداتون هیچ خوب نیست روی بلنگو اینا که نیست اه... یه لحظه من روی بلنگو نیستم ولی روی ارکاز هستم الان الو... 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 بهتر هسته خیلی بهتر شد ممنونم بفرمایید بله چه مدتی است اه... بله. که ایسلند هستی؟ من تقریبا حدود دو سال خورده میشم برای کی آمدید؟ من برای دکتر اومدم برای گرفتن پیشتی تو شاخه عمران مهندسی عمران زلزله بسیار خوب خب بله بعد من همطور که گفتم داداش حدودن 6 سال کوچک از خودم دارم و ما خانواده خوبی داشتیم و داریم ولی تصمیمم برای مهاجرت در واقع تصمیمی نبود که بخوام با برنامه ریزی بگیرم در واقع برای من اینجوری بود که تقدیر پیش آورد و این به این صورت بود که من خب دکترا میخوندم ایران دانشگاه تهران دانشجوی دکترا بودم و میتونم بگم که خب یه دکترا خیلی چالش برانگیزی بود چون رشته ما رشته بود که وارد شدم بهش خیلی سخت بود از اگر خیلی به عنوان یه دختر وارد شدن خیلی سخت بود و من مجبور بودم که حتما رتبه یک بیارم تا بتونم وارد اون شاخه کدوم دانشکده است دانشکده فیزیکتون بوده دانشکده ژئوفیزیک میشه دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اوکی بسیار خوب بله و خلاصه اینکه من یک سال از عمرم رو تقریبا میتونم بگم که هر روزم نزدیک به پونزده 16 ساعت به درس خوندن میگذردم و به هر حال طول سمی رو بیارم و وارد دانشگاه بشم ولی متاسفانه من و من تا اون سن یعنی هودن، اون زمان حدود نزدیک به بیست سال هم بود بعد از ارشدم کار نمیکردم یعنی پدرم منو کمک میکرد از نظر مالی حمایتم هم میکردم و من وقتی که وارد دانشگاه شدم توی مصاحبه دکترا وقتی که از اتاق اومدم بیرون یه استاد خیلی خوبی داشتم اومدم به من گفتن که من متاسفانه یکی از استادای آقا توی اون مصاحبه بعد از اینکه تو اونجا رو ترک کردی گفتن که این خانم خیلی درس میخونه وگرنه هوش خیلی بالایی نداره و باورتون نمیشه اون اصلا انقدر توی ذهن من نقش من کلا دیگه دلم نمیخواست اون دانشگاه درس بخونم یعنی شما و... یه دفعه متوجه شدید که خود خدا اومده و آیه صادر نازل فرمودند و شما اینقدر بهتون برخورده بلا به اتفاقا من ترجیح میدم سب کنید که به من بگن زحمت کشیده پشت کار داره تا باهوشه اتفاقا امروز تمام توصیه های روانشناسی به بچه ها نگید چون باهوشی بخشید موفق شدی تو به خاطر کاری که کردی شدی برای که اینی که بعدا پیش میره هوش که اونجا نشسته مثل اینکه ما برگردیم بگیم این قد تو یعنی میخوام بگم اتفاقا درست من ترجیحم اینه که ما به بچه ها بگیم تو به دلیل کار و کوشش و فعالیتی که کردی به خاطر تصمیم و انتخاب درستی کردی به خاطر که هدف و برنامه داشتی به اینجا رسیدی تا بدون این زندگی تا اینکه بگیم باهوشی روزی گفتیم باهوشی یعنی خب خودش به خودی خودش میاد اتفاقا حالا بهتون متوجه هستم چی به من میگید ولی خب این حساسیت شما اون دخترم اون آقام برگشته گفته خوب درس خونده ولی اونقدر باهوش نیست بروه من دانشگده ها قرار باهوش ها رو انتخاب کنن ادوان دانشگده ها باید ترکیب این دوتا باشه یه حد اقلی باشه ولی کار کوشش باشه میگفتی خب درسته و من بعد از اون استاب نکردم نه اینکه بگم دیگه درس نخوندم و دلم میخواست از ایران برم و توی همون زمان بود که خب بحران مالی هم برامون پیش اومد و پدرم از لحاظ حالا تحریم هایی که توی ایران بود و من چون از شهرستان رفته بودم تهران برای ارشدم و از خانواده جدا شده بودم دیگه رو آوردم به اینکه خودم مستقل بشم و کار کنم و خب فکر میکردم که اگر برم سر کار و درس بخونم این ترکیب این دوتا من رو به موفقیت میرسونه من میتونم به دختر خیلی موفق بشم توی آینده و هیچ وقت فکر مهاجرت رو نداشتم چون ایران رو خیلی دوست داشتم اما رفتم سر کار و توی سر کار هم متاسفانه به مشکل خوردم محیط خیلی خوبی بود اما متاسفانه حراست اونجا خیلی روی ذهن و روحیه من تاثیر گذاشت و محیطی هم که توش کار میکردم متاسفانه محیط خوبی متوجه شدم نبوده از لحاظ اینکه چقدر روحیه من تاثیر گذاشته و منظور من از این حرفا این بود که انگار ترکیب همه چیز دست و دست هم داد که من بعد دو سالی که دکتران میخونم توی ایران تیه یه اتفاق خیلی شانسی کسی به من گفتش که یه استادی هست که از کشورهای اروپایی میخواد که دانشجوی دکترا بگیره میخواد که اپلای کنی اینا منم از خدا خواسته اپلای کردم و اومدم اینجا و خب خدا شکر اینجا خیلی زندگی خوبی دارم و ولی الان بودن دو سال من میتونم شما رو اینجا متوقف کنم به حتما داستان شما رو یعنی به موضوع رو میشنویم و به مسئله میرسیم ولی شما میدونید در آغاز کلامتون یه حرفی زدید و گفتی تقدیر منو به اینجا رسونده بود درستم میشه من بگی مقصودتون چه بود؟ یعنی یه شرایطی اینجا اونجا خیلی یه در... اتفاقی من یه شب رانندگی میکردم نه, نه, نه خونه اه. آها بگی و اه یکی از دوستانم به من زنگ زدن گفتن که این آگهی رو دیدی که یکی از استادا میخواد یه دانشجو دکترا بگیره خیلی برشتت مرتبطه دوست داری اپلای کنی و من اونجا پدرم کنارم بود و بهش گفتم گفت حالا اپلای کن حالا چی میشه نمیخوای بری که بعد گفتم حالا بزنین اپلای کنم ببینم چی میشه و در عرض یک هفته منو پذیرفتن میدونی یعنی اصلا یه طوری بود که من خودم هنوز توی شوک بودم و به خاطر اسمش رو میذارم تقدیر چون هیچ برنامه ریزی بابتش نکرده بودم نه نه نکنید يعني... این کارو ببینید من اگر قرار باشه آدمای تحصیل کرده مثل شما این پرت و بخوان بگن خیلی اوضاع خراب میشه صبر کنید عزیزم لطفا دقت من این رو سر کلاس حتی مطرح میکنم شما تشریف میبرید خونه فرض کنید برادرتون و ماشینتون دم در پشت گاراژ اون میگذارید بعد تصمیم میگیرید که برید یعنی یه کاری دارید باید به موقع برسید اومدید سری بزنید میاد میبینید یه ماشین جلو در گاراژ شما پارک کرده شما ماشین رو بردارید و چون پیدا نمیکنی صاحبش رو به برادرتون میگید کلید ماشین تو بده من باید اینجا برم برادرتون کلید ماشین رو به شما میدید بنابراین اگر اون آدم اونجا پارک نکرده بود سوار ماشین برادر نمیشد سوار ماشین برادر میشید متوجه میشید خیلی بنزین نداره نتیجتا تصمیم میگیرید برید پمپ بنزین پمپ بنزین اولی رو میرید دو تا اینور اونور بودن برای یک شو انتخاب میکنید که خیلی نامناسب بود ولی چون فکر کنید شلوغه میرید اون یکی میرید اونجا وقتی بنزین دارید میزنید دفعه دوستتون رو میبینید یکی کسی که سالها ندیدید شما رو می‌بینه و 5 سال پنج سال بودم بیا ندید هم کلاس بودید تو دویرستان به شما میگه تو رو تولد من بیا شما میگه باشه میام کی هست اونجاست برای که دلتونم می‌خواد یک کمی راجعه بچه ها حرف بزنید آدرس رو به شما میده و شما روز تولدش رو میرید حالا اگر اون آدم پارک نکرده بود اگر ماشین رو برادر شما بنزین داشت اگر شما نرفته را اون پمپ بنزین اگر اون دختر اونجا نمیرید نمیریدش بعد میرید به روز تولد اون روز تولد اون اونجا یه آقایی رو میبینید داشت. اون آقا از شما خوشش میاد شما از خوشتون میاد یه ذره با هم صحبت میکنید بعدا قرار میزید همدیگر رو ببینید حالا اگر او هم تازه از یه شهر دیگه آمده بود دوستش آورده بودش میتونست نیاد بعد پا میشید میرید بیرون سه ماه چهار ماه شیش ماه با همین خیلی رابطه تو خوبه به نظر میرسه مناسبه یه روز شما صبح میگید بریم مثلا غذای چینی بخوریم میگه نه امروز غذای ایرونی کردن بیا بریم امروز ایرونی شما قبول میکنید مجبورم تکرار کنم اگر اتومبیل پشت در پارک نکرده بود اگر اتومبیل برادر شما بنزین داشت اگر شما این پمپ بنزین رفتودن، نه اون یکی اگر اون دوست شما همون موقع نیامده بود بنزین بزنید اگر او شما رو ندیده بود شما او رو ندیده بودید و شما را به تولدش دعوت نکرد اگر شما در تولد اون آقایی که تازه مهمون کسی دیگه بود اونجا نیومده بود که شما او رو ببینید اگر جرأت نکرده بودید حرف بزنید این اتفاقات نمی افتاد ولی حرف زدید با هم علاقه من شدید اون روز رفتید یه نوع یه رستوران ایرانی که غذای ایرانی بخورید میز پهلوی یا آقای دیگه بود. شما اصلا تیپی بود که دنبالش بودید یه نگاهی به او کردید یه نگاهی به شما کرد به بهانه دستشویی رفتید چون به هم نگاه کرده بودید شما تلفنشو کاغذ میشد به شما داد شما گرفتید بعد با این حالا من میتونم این داستان ادامه بدم ازدواج هم. کردید الان دو تا بچه دارید اگر اون ماشین اونجا تو خونه برادر نرفته بودید اگر ماشین پشت در خونه برادر پارک نشده بود اگر برادر شما اتومبیلش بنزین داشت اگر شما به جای این پمپ بنزین اون پمپ بنزین رفته بودید اگر اون دوست شما موقع بنزینش تمام نشد اگر دوست شما از ماشین پیاده نشود و شما هم دیگر ندیده بودید اگر شما تولدش رو قبول نمی و نمی رفتید. اگر اون آقا که مهمون کسی دیگه بود اونجا نمی آمد. اگر با اون آقا بعد از چند ماه که با هم اینجور بر اونور بودید یه روز سر رفتن رستوران چینی و ایرانی گفته گونه می کردید و رضایت نمیدادید که برید رستوران ایرانی اگر اون آقایی که اونجا بود اونجا نیومده بود اگر شما تلفن رد و بدل نمی کردید یه میز اون ورتر نشست بودم دیگر نمی دیدید ولی همه را دیدید بعد ازدواج کردید الان پسر و دختر شما به خاطر اون هم نزید. تمام حوادث جهان اتفاقی از این قبیل مطلقا تقدیری در درست. این که شما فکر بکنید یک کسی میخواست این دوتا بچه رو به شما بده آمد اون آقا رو فرستاد دم در خونه برادرتون که پشت در ماشین باشه برادرتون رو وادار کرد بنزین نزنه تا بنزینش تموم بشه اون خانم رو فرستاد پمپ بنزین اینجاست که عرض کردم شما بپذیرید همه ی حوادث جهان همین گونه است یعنی هیچ اینکه من دیدم دوستان داستان ها تعریف میکنن اصلا مسخره است این حرف عزیز. یعنی هیچ برنامه ریزی نیست کسی تصمیم نگرفته کسی به شما یه پسر دختر نداده بعد برای اینکه شما دوتا این پسر دختر از شما و اون آقا باشن این همه جهان رو به هم نریخته دلش میخواست دوتا بچه رو میداخت تو، بنابراین تقدیری در کار نیست الان متوجه هستم که شما بالاخره چون اون حساسیتاتون رو از همین حرفا میاد یعنی شما یه نگاهی و یه دقتی به دنیا دارید که این نگاه و دقت واقعی نیست اینا هیچ معنایی نداره و جهان همش یکی بعد از دیگری حوادثی است که سر حتی شما اینجا بنزین می‌زنید یا اونجا بنزین این کمی بهتر پاک رو گاز می‌ذارید بجای سرعت 35 میشه 36 چون 36 میخورید به یه ماشین دیگه که در همون موقع رد میشه مسته اگه 35 بود شما دو دقیقه عقب‌تر بودید و نمی‌رفتید به شما الان رفتید به عرض کنم که آیسلند و در اونجا در این دوره دکتراتون رو میگذارمید قبول شدید تا آمدید بذارید ما بریم با خاطر آسود پیاما رو بشتم این برگردیم دیگه کاری هم با داستان دیگه از این بعد لطفاً راجع به تقدیر و قضا و قدر حرف نزنید و همینجا هم خدمتون توصیه میکنم لطفاً و حتما من یه گفتگویی دارم حدود دو ساعته بعد دو سه تا ترانم توشه. در تو عنوان سرنوشت که همین قضا و قدر تقدیر علت چمین است که آقای استاد انوشیروان روحانی با استاد همایون شجریان و یک جمعه ای که من این رو داشتم و دوستانی به دیوار و اینها روی کندن نوشتنش تحت عنوانی که سرنوشت را باید در سرنوشت و از سرنوشت بحث روانی و فلسفی یه دو ساعتی صحبتشه اون رو مبنای ترانه قرار دادن که اتفاقا اگر باتیس عزیز بتونه پیداش کنه از فرود خانم میتونه بپرسه دلم میخواد این ترانه که فوق شعر قشنگی داره صدای حیرت انگیز همایون شجریان استثنایی او و کار استاد بزرگ و برجسته انوشروان روحانی رو اون رو بشنویم برای اینکه معنی داره عزیز برای اینکه ما در 6 7 سالگی سرنوشت خودمون مینویسیم در سرمون ولی باید بین 22 تا 26 توش نظر کنیم و صحبتی هم از غذا و قدر و تقدیر نیست و خب من الان حدودا دو سالی هستش که اینجا زندگی میکنم و تو این مدت نتونستم ایران برم و خب همه چیز اینجا خوبه زندگی خوبی دارم درسم کارم محیط زبان یاد گرفتم و خیلی خوب گرفتم به عبارتی بخوام بهتون بگم و خیلی راضیم خداش ولی اه الان یک سال مونده به اسمام درس من و هیچ چیزی مانع از در واقع دفاع از تز من نمیشه ولی من یک استرس, استرس که البته یک کلمه اشتباهی با توجه به اینکه وایس های شما رو گوش کردم یک انگزایتی خیلی بالایی برای آینده و اینکه بعد از دکترهای من چی پیش میاد برای من به وجود اومده من, من میدونم من... من شنیدم جنگ جهانی سوم میشه احتمالا ماه تاریک میشه و ضمنا همه آدم های 20 سال به عمرشون اضافه میشه من قسمت قبلا به شما گفتم پرت و پلا میگید شما باز ادامه میدید استراب و انگزایتی و استرسی شما رو گرفته که بعد از فارغ و چی میشه مثل همه آدم های فارغ و تحصیل تصمیم میگیرید کجا دنبال کار میگردید همین درسته ولی اینجا با توجه به جامعه کوچیکی که داره و رقابت خیلی بالایی که هست و با توجه به اینکه من خب دوست دارم که یه جا در واقع ستلین بشم میدونین اینکه آدم همش از یه کشور به یه کشور دیگه برای دنبال یه آینده بهتر مهاجرت کنه خب این خیلی رو روحیه من تاثیر میذاره یعنی چی؟ کی گفته؟ آخه شما چرا،, چرا شما یه بذاره فرض میگیرید عزیز؟ این چه نگاهیست است به دنیا چرا دختر باهوشی هستی که هوش انحرافی داری اصلا تو خیابونا رانندگی نمیکنی تو پیاده ها و تو کوچه ها و خیاب... پشت مردم رانندگی میکنی کی گفته که شما باید از یک کشور به یک کشور بریم ما میریم تو رستوران یکی از ده تا غذاش انتخاب ما میریم سر کمد لباسیمون از حالا پنج تا لباسی که انتخاب ما میخوایم یه ماشین بخریم وسط هزار تا ماشینی که میخوایم ما که قرار نیست یه بیمار روانی باشیم که فکر کنیم باید بهترین بهترین ها رو بگیریم برای همه عمر که بعدا مثلا پشیمون نشیم خب شما انتخاب کنید میخواید اونجا بمونید برید ایران یا به یه جای دیگه یه مقایسه ای میکنید فعلا تصمیم میرید اونجا خوشبختانه از اون تصمیم های حتمی همیشگی هم, هم نیست میرید اونجا این چرا و استرس داشته باشید شما رو در معرض چه خطری قرار دادن راستش رو بخوایم من میترسم از اینکه حقوقم تموم بشه مقدار فاندی که دارم و کاری پیدا نکنم و اون موقع چون خب حمایت مالی هم از جانب خانواده ندارم و احساس میکنم یه موقع تو خیابون نمونم یه موقع واقعا حالتون خوبه من میشه م... الان من خواهش کنم تلفن اجازه بدید قطع کنیم رادیو چون الان ممکنه یه هواپیما رو خونه من سقوط کنه منو بکشه بذارید من, من در برم برم پرت و پلا چی میگی دختر؟ شما اصلا آمد این فاند شما قطع شد پدر مادر تو هم نمیتونن یه رای پیدا آدم میکنه کار میکنه قرض میگیره به پدر مادر میگه برای یه جایی قرض بگیرن برات بفرستن اصلا برای چی فاند شما تموم بشه برای دانشگاه یه همچین محیطی نیست مگر یه محیط ظلم و است، که شما رو تا اینجا رسوندن به اینجا رسیدید در این پایان نامتون یک دفعه بگن فاند تموم شد میندازیمت بیرون مدرک نداری تو آخ شما این همه استرام و که من جسد پرانتز بهتون پر بگم من راجع به این مسئله با استاد راهنمون صحبت کردم توی توی که باشون داشتیم و بهشون گفتم که من متاسفانه خیلی نگران آیندم هم چون هر نزدیک به دفاع میشه میخوام بدونم که آیا من اینجا آپشنی دارم میتونم با شما کار کنم و من گفتش که ما سه سال با شما قرارداد بستیم بعدش تضمینی برای آینده ما به هیچ چه اهمیتی داره چرا شما فکر کنین که مثل اینکه من برگردم بگم یه شیر آب هست یه جایی تو اصفهان یا شیراز من باید از اون آب بخورم اگر اون نباشه میمیرم از تشنگی مثلا شما چی میگی خب به او گفتید یه اطلاعاتی گرفتید او حرفش این است که تزمینی نیست شاید باشه شاید نباشه امکانات دیگه ای دارید خودم هم میدونم واقعا بی دلیله ولی خب این بی دلیلی باعث میشه که من برای اینکه به این قضیه فکر نکنم تمام روز شب و شبم رو درس بخونم و این درس خوندن خب باعث شده که من فکر نکنم و یک لحظه خب که بهتر که فکر نکنیم همه فکرها و پرت و بهتر فکر این ها فکر نیست از یه مقدار پرت و پلا بیماری بر یه قرص آرام پخش هم بدید پر دکتر بگیرید یه ذره خودتون آروم کنید این چه دو کنیه که باز کردی عزیز خب من الان دارم میرزم. شاید الان یه هلیکوپتر سقوط کن ازن شاید الان زلزله بشه الان شاید من چیزی که دیشب خوردم مسموم بوده منو بکشه اصلا شاید من الان سکته کنم بیمیر خب این میشه اینجوری زندگی کرد درستم تو چرا میایی؟ واقعا فکر میکنم نکنه خیلی مریضم خیلی, خیلی مریضی دپریشن شدم نه نه دیپریشن باید رفت از اون بر ابسوردگی و اسکیزوفرنی و دپریشن و بای پولار و نمیدونم میخواید بیماری دیگه من اسم ببرم همش هستی عزیزم دست از این مسخره بازی برد اولا اون حساسیت سر حرف مفتی که استاده زده که بی معنی بود بعد همین جوری داستانا رو برای خود ساختن یه ذره دنیای واقعی باش بعد تو متاسفانه صرفی کردی تو کتاب مثلا نه دنیا رو نه دوربرت رو نه خودت رو نه ها رو نه روابط رو تو به درد چی میخوری عزیز سرت انداختی پایین فقط درس خونه این بدبختی که بسیاری از ما مردم داریم همه جای دنیا یکمی هم در ایران به دلیل شرایط خاص یعنی هیچ چی نیست از مثلا درس خوندن یا گرفتن مدرک تازه تا درس تو خوندی مدرک تو گرفتی دختر این همه باهوش و توانایی هستی حالا نگران بعدش هستی منم که دیدی جنگ جهانی برات راه انداختم منم بمباران راه انداختم اصلا, را... اصلا هر وقت این فکر اومد به ذهنت بگو خله چلول کن باور میگم هر روز هم خودم میگم هر روز, هم هم هر, روز هر روز آره بگو از حالا بگو از صدای من تو گوش میدم ولی خب خود چلو خب خود چلو دیگه بعدم برگره بهش بگن که این مورچه است بگن نه خیر من فکر کنم این الان ماره و میگزه و میکشم از اون با مارای کشندم هست بابا جان مورچه <تصفح> نه من میدونم مورچه هست ولی خب این مار بود چی؟ حالا اومدی مار شد اصلا سر به سر من نگذار قربونت اصلا راه ها کن هر وقت این فکر رو بگو خدا چلی بابا تو بعدم درس تو بخون آه. کارتو بکن و بعدم یکی با دنیا آشنا شد یه مدارم بیشتر حالا تو که سیدی اگر ترس و استراب و وحشت من یا استرس و شنیدی عزیز تو که قرار نیست یه احتمال رو ده بر بر تو که نمی‌تونی به کسی پنج مثلا تومن بدی بعد فردا بگی پونصد تومن رو بدی بگی من دیرم خواهد زبر رو کردم تو که دنیای تو که نمیگی دنیا رو تو ذهن خودت بسازی هر چی بدر رو ده برابر 20 برابر کنی احتمالش رو بیشتر کنی درد و رو بیشتر کنی بعد خودت هم ناتوان یعنی من هیچ کار نمیتونم بکنم تسلیم آخه این هیچ از که درست نیست عزیز حتما با یه دکتری تلفنی صحبت کن یه خانم دکتری حتما میتونی تو ایران باشه برای که خودت هم متوجه هستی دکتر باهوش و توانه چرا یه دفعه اینقدر به بیراهه زدی عزیز همین من در آورد من که هیچ معنای علمی هم نداره هوش انحرافی رو تو داری اصلا تو تو خیابونا نمیخوای رانندگی کنی پاشی رفتی تو پیاده رو و هی بوق میزنی آدما میپرن رو پشت میدن یه چیزی میدن میگی این چه جور رانندگی خب بیا, بیا تو خیابون درسته چهارش. خیلی ممنونم پس تو یه حالا با یه خانم روانشناس تو ایران صحبت میکنی تلفنی همجوری حرف بزنید با هم درد دل کنید درسته. فکر نکن دوم یه آرام بخش از دکتر هرکی هست بگیر یه آرام بخش بگیر بخور که راحت بگیری بخوابی برسه. و سومم هم نگران این مسائل نباش مثلا میخوام یه حرف خنده دار خنده دار بهت بزنم ده. و در این حال واقعی بسیار جدی اگر با مشکل مالی روبرو شدی به من تلفن کن من این مشکل حل <تصفح> میکنم به <هم ساده>. <تصفح> <تصفح> اگر به همین سادگی هیچ شوخی هم ندارم رو خط رادیو اگر مشکل مادی پیدا کردید لطف کن تلفن کن حل می‌کنم پر مطمئنت کنم هیچ خطری در گرفتن دکترای تو و کار تو پیدا نمیشه و دختری به این خوبی و سادگی امیدوارم خودت بی خودی حرام نکنی توی زمینه خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز ممنون